دقت داشته باشین. اینم از این و دیگه بعد از این خب اینم از گوجه فرنگی ها. گوجه فرنگی ها رو هم یه کات روش میزنیم رو چری تومیتو، خیلی قشنگ میشه. این چوبا رو هم خیسشون کردم که وقتی روی گریل رفت در به داغون نشه. حالا زمانی که پخت فیلم میگیرم آماده شد، امیدوارم که درست بکنید و ساده درستش کردم اما خوشمزه. بریم سراغ مواد اولیش. اگه میخواید این دیش رو درست بکنید، اگه رستوران دارید تو رستورانتون بفروشید، اما اسمش یادتون نره، انگلیسی گذاشتید آنیتا کباب. اگه رستوران فارسی داشتید کباب آناهیتایی. اینو با عشق به همسرم تقدیمش میکنم، الانم داره میخنده پشت دوربین. بریم سراغ مواد اولیش. اینی که میبینید لیمو تازه است، پیکل چیلی یا همون ترشی فلفل، ترکیش چیز، اینم پنیر ترکیه‌ایه، اینا هم که چری تومیتوه، آنینه یا همون پیاز. اینی هم که میبینید مارچوبه خودمونه، سایزه کوچیکش رو انتخاب کردم. گارلیک پادر، پودر سیره و اینم داخل گوشتش قراره بزنیم. چیزایی که داریم هیمالیان سالت یا همون نمک هیمالیاییه و اینم بلک پپر فلفل خورد شده و اینم سایز لارج میگوه که گرفتم اینجا میتونید ببینید. و گوشتی هم که براش استفاده کردم لمبک استرپ استرالیاییه که اینجا میتونید ببینید، من کاملش رو گرفتم، یه مقداری بزرگ سایزش و قطعاتش رو بهتون میگم. خب میریم برای خورد کردنش. من یه الگو گرفتم از قبل، ببینید الگویی که وجود داره این الگوه، ببینید میبینید تقریبا اگه بخوایم انگشت بزنیم به اندازه سه بند انگشت کوبیده شدهش میشه. خب این گوشت رو من به همین اندازه یه دونه کات میکنم که شما ببینید، ببینید این گوشت به این اندازه کات شده. حالا چربی های کنارش هم اگه 100% نگرفتید مهم نیستش. خب حالا اینو اوسط من دو نصفش میکنم و دوباره بر میگردم. اینم به این شکل چاقو رو وسط میذاریم و شروع به نصف کردنش میکنم. اینم از گوشتمون. گوشت من بازش کردم و در انتها نذاشتم پاره بشه، عینن قبض کردن کباب برگ. ببینید اینم از گوشتمون. حالا کاری که میکنم پلاستیک رو میذارم روش و با بیفتکوب شروع میکنم زدن که به یه لایه نازک این شکلی در بیادش. چرا حالا این کار رو میکنیم؟ برای اینکه خیلی سریع پخته بشه. دمای پخت میگویی که داریم خیلی کمتره، به خاطر همین باید اینو کمی نازکترش کنیم که همزمان با همدیگه پخته بشه. حالا اینو من میکوبم و برمیگرد. خب میام سراغ پنیرمون. قرار نیست این پنیر خیلی نازک بشه و قرارم نیست خیلی کرف بشه. ببینید پنیر رو به تیکه انقدری درش میاریم. ببینید اینم از اندازه پنیرمون. من یه دونه دیگه بزنم که تخته کاری میکنم خیلی راحت تر بشم. این پنیر من مقاومت چند تا پنیر رو امتحان کردم. این مقاومتش این ترکیش چیز یا همین پنیر ترکی از باقی پنیرها خیلی بهتر بودش برای کار من. من دوستشم هم آب بشه ولی خب دیگه خیلی آب نشه. پنیرهای دیگر رو استفاده کردم، پنیر چدارم میتونستم استفاده کنم اما این برام خوشمزه تر به نظر رسیدش. خب بیایم سراغ میگوامون. یه چیزم در مورد میگوها بگم، این داخلش رو من خالی کردم و اون نخش رو کشیدم. ببینید میگوارم این میگوه، از اینجا یه برشه کوچیک بهش میزنیم. حالا چرا این برشا رو میزنیم؟ این برشا به انتها نرسه. همین که ما این برشا رو میزنیم میگومون دیگه صاف روی تخته وای میسته. بس سعی میکنیم میگوارم این کارو باهاشون بکنیم. من یه دونه دیگه براتون بزنم، ببینید فقط پارش نکنید. تو به ابتداش هم که رسیدید یه مقداری عقبتر بیایید. خب و قسمت ابتداش یه راست و یه چپ هم اینجا بهش میزنیم. ولی خب باید خیلی با ملاطفت باهاش کار بکنید و خیلی نرم کار بکنید باهاش. پوست انتهاییش هم نکندیم برای اینکه کبابمون خودشو قشنگ توی دیش یا توی بشقاب خوب نشون بده. یه چپ و راست هم به قسمت ابتداش میزنیم. خب اینم از این میذارمش کنار و میایم سراغ گوشتمون. اینو بذارم کنار و میایم سراغ گوشت. خب اینا رو من کوبیدم، ببینید اون دوتا تیکه چقدری شد و به چه اندازه در اومد. خب حالا تیکه اول داریم و میتونیم الگو بکنیمش. اینو الگو میکنیم به همین شکل و
به سادگی برش میزنیم. اما به اندازه کاری که میخوام بکنم من سعی میکنم برش بزنم و کارم رو آماده کنم. زیاد نمیخوام این فیلم وقتش طولانی بشه. خب اینو ما فرض بر این میگیریم که قسمت داخلی کبابمونه، اما این رولم نباید ضخیم بشه. اولین کاری که قبل هر چیز میکنیم، ما میگیم این قسمت، فرض بر این میگیریم که این قسمت داخلیه، اولین کاری که میکنیم کمی بهش پودر سیر میزنیم و کمی فلفل سیاه رو تمام قسمت هاشون. این از داخل میره و باید مراقب باشیم. خب کمی هم نمک، ولی تو قسمت انتهایش آماده شد از بیرون روش روغن اسپری میکنیم و باقی کار رو انجام میدیم. خب قسمت اینو ببینید، این از هر طرف باید تقریبا 2-3 تا انگشت بزرگتر بشه. اینم تقریبا از اینجا میزنیمش به این شکل. اینا توازنشون، موزون بودنشون خیلی مهمه که موقع پخت خودشو قشنگ نشون بده. این از این و یه دونه میگو میریم و همینطور یه دونه هم از پنیری که داریم و همینطور یه دونه پیکل چیلی. خب این از این و این به این شکل رول میشه. اما این رول نباید رول خیلی ضخیمی باشه. یه مقداری میایم جلوتر و تو همین قسمت کاتش میکنیم. خب این از این الان کات شده و آماده است. حالا برای سیخ کردنش، سیخ ببینید باید یه جوری بزنید که از اینجا در بیاد بیرون، یعنی این لبه کار. حالا کار بعدی که میکنیم یه دونه هم لیمو کنارش میزنیم. این لیمو زمانی که کباب میشه خوشمزه ترش میکنه و طعم لیمو به بدنه های کباب میرسه. ببینید به این شکل، این الان آماده است. اما همه اینا باید یه دست و یه شکل باشه. خب من حالا یه چند تا میزنم و دوباره یه دونه آخری رو براتون میگیرم و بهتون نشون. میام سراغ یه دونه آخری. من این سیخا رو میتونی بگیری؟ اینا رو گرفتم و کنار هر سیخ یه سیخم گوجه و فلفل دلمه و پیاز که کنارشه سرو میشه و کنار بشقابش قرار میگیره. حالا جاتونم خالی، امروز هوا خیلی خوبه تو ملبورن، میخوایم بعد مدت ها یه غذا تو بیرون بخوریم. خب اینم از دونه آخر رول شد به این شکل و کنار هر کدومم یه لیمو میزنیم. وقتی این لیموها کباب میشه یه طعم خاصی به کناره های گوش پس میده. اما تو پختنش خیلی باید حوصله کنیم و خیلی باید دقت داشته باشیم. اینم از این و دیگه بعد از این میریم سراغ پختش و موقع پختش هم من فیلم میگیرم و بهتون نشون میدم. خب گریلمون وقتی داغ شد یه روغن روش اسپری میکنیم و بعد کبابا رو میذاریم به این شکل که حرارت از دو طرف بخوره. حالا یه روغن دیگه اسپری میکنیم که گوشتام خودشو بگیره. خب اینم از گوجه فرنگی ها. گوجه فرنگی ها هم یه کات روش میزنیم رو چری تومیتو، خیلی قشنگ میشه. این چوبا رو هم خیسشون کردم که وقتی روی گریل رفت در به داغون نشه. حالا زمانی که پخت فیلم میگیرم و کارو بهتون نشون میدم که به چه شکلی در اومد. خب اینم از کبابمون آماده شد. امیدوارم که درست بکنید و ازش لذت ببرید. یادتون نره فیلم های ما رو اشتراک گذاری کنید. کانال خاله سیما رو هم حتما تو اینترنت سرچ کنید، آشپزی با خاله سیما میادش و فیلماش رو نگاه کنید. فیلم های خیلی زیادی داره. امیدوارم که هر جا که باشید شاد و خرم باشید. کباب ما خیلی قشنگ پخته و خیلی عالی. دیگه الان موقع سرو کردن و جای شما خالی. امیدوارم شما هم درست کنید و بخورید. دم همتون گرم که بیننده ما هستید. خدا یار و نگهدارتون.